با نام خدا و درود بر شما برای شنیدن خبرهای ساعت هفت از شبکه جهانی تلویزیونی یک خوش آمدید من رحیم جان رحیمی گوینده فشرده خبرهای این ساعت هستم حزب لبنان جان باختن حسن نصرالله رهبر این گروه در حمله های اسرائیل را تایید کرده است این در حالی است که ارتش اسرائیل روز جمعه با استفاده از جدهای جنگی مقرهای فرماندهی حزب در جنوب بیروت را هدف قرار داده بود حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گفته شهباز شریف نخواست وزیر پاکستان در مورد حضور گروه های حراس افغان در افغانستان بیان کرد که امارت اسلامی به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان برزد کشورهای دیگر کار گرفته شود. وزیران خارجه روسیه، ایران و چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک پیرامون افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه در آگاهی نامه گفت که هیچ بدیلی برای گفتگو با امارت اسلامی وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران گروه های حراس افغان را به ضرر همه کشورهای منطقه و افغانستان دانسته و ابزوده است که باید همکاری های منطقه‌ای در این راستا تا تقویت شود رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در هفتاد نهمین نشست مجمع عمومی ملل متحد گفته است که برای تامین امنیت منطقه باید با مردم افغانستان همکاری شود و در سخنرانیش افزوده است که جهان باید در مورد حل مسائل بشری و اقتصادی افغانستان کمک کند. همزمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها با شکایت از محدودیت دسترسی به اطلاعات در اداره های دولتی میگویند که مسئولان برخی از نهادهای دولتی اطلاعات را به موقع با آنان شریک نمی کنند. در همین حال سخنگوی وزارت داخله نبود قانون رسانه های همگانی را خلای بزرگ کاری برای رسانه ها دانسته است به ادامه نگرانی ها از اخراج پناهجیان افغان از کشورهای همسایه امیر مقیم وزیر امور ایالتی و مناطق مرزی پاکستان خواستار پشتیبانی سازمان ملل و امارت اسلامی از بازگشت پناهجیان افغان به کشور شده است این مقام پاکستانی در دیدار از اردوگاه مهاجران افغان در ایالت بلوچستان گفته است که پاکستان پناهجیان افغان را کمک می کند که با عزت به کشورشان برگردند سفارت افغانستان در بریتانیا بسته شده است. BBC به نقل از یک منبی از داخل سفارت گفته که ظلمه رسول سفیر پیشین افغانستان در لندن به کارش پایان داده و کلید سفارت خانه را به وزارت خارجه بریتانیا سپرده است در همین حال وزارت خارجه کشور میگوید که ارتباط امور قنسلی با امور سیاسی حقوق شهروندان افغان در بریتانیا را زایی می کند آگاهان سیاسی میگویند که بسته شدن سفارت افغانستان در لندن بر وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور تاثیر منفی میگذارد پایان خبرهای ساعت هفت از یک از توجهتان تا این دم سپاس گذارم شب بر شما خوش تا بعد خدا نگهدار